نور احمد خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا همراه ما هستند آقای نور احمد دلیل و یا دلایل سازمان ملل برای عدم واگذاری کرسی افغانستان به طالبا چیست؟ سلام محترم جامی جهانی تا طال دولت طالبان در افغانستان یا حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته طالبان به تعهدات خود در مقابل تعهدنامه ای که با امریکا در فبرواری 2020 امضا کردن انجام نداده قرار بود طالبا یک با دولت قبلی و سایر گروه های افغانی که در مذاکرات بین افغانی دوها به یک توافق برسه در مورد نظام آینده افغانستان در مورد شکل نظام آینده افغانستان اگرچه نظام اسلامی مشخص شده بود که اسلامی نظام اسلامی نو یا جدید اما دولت سابقه هم دولت اسلامی بود قانون اساسی اسلامی داشت بنابراین یا قرار بود که با دیگر گروه به توافق برسند در مورد سایر مسائل اما طالبان هیچ مذاکره جدی نکردند یک مسئله است و دومی که کوشش کردن که قدرت از رای جنگ بگیرن که امو هم شد بعد از نو ماهشت ما مذاکره یا با از طریق جنگ قدرت و دست گرفتن هیچ انعطاف پذیری نشان ندادند هیچ یک برنامه سیاسی مطرح نکردند هیچ یک برنامه برای رسیدن به توافق با گروه های دیگه مطرح نکردند به خاطر جامعه جانی با از طالبا توقع دارد که به سایر تعهدات خود حداقل پابند باشد که یک ازوا مبارزه با تروریزم است و عدم اجازه دادن گروه های تروریستی در افغانستان این باید طالبا در عمل نشان بتن گروه های مختلف تروریستی که در منطقه هست با طالبا دوست بودن در 20 سال گذشته هم یک جای رزمیدن میدن هنوز یا در بله. افغانستان هستن آقای خالدی تا حال خمان نشانه از این که طالبا اجازه داده باشند به گروه های تروریستی که از افغانستان کشورهای دیگر امنیت شد تهدید کنند ندیده ایم چون این چیزی تا حالا ما چی میفهمیم؟ شما ما تازه صد روز گذشته در بین طالبا گروه های ترکستان شرقی برزید چین می جنگن موجود بود که دو یکونی ما قبل یکی از افراد حمله انتحاری کرد بالای یک مسجد در قندوز همچنین بین از این ها گروه های توریستی ازبکستان وجود داره بین از, از ها گروه های توریستی تاجکستان وجود داره با القاعده یا دوست هستن گروه های دیگه هست در که کشمیر در هند مبارزه میکنن امری دو ها هستن این باید در عمل ثابت شود که یا امرایز ها وا... نیستن خب چه کسی ممکن است منفیت ببره از چون این وضعیتی اگر مثلا طالبا بخواین حمایت کنن از گروه هایی که بر حال وضعیت خود اینا را به خطر می و باعث میشه که دنیا همچنان اینا را به رسمیت نشناسه از این چه کسی منفیت میبره؟ چی کسی سود میبره؟ اینجا دو اینجا تضاد بزرگ وجود داره یکی بین روسیه و چین و کشورهای آسیای میانه و دیگیش منافع امریکاست امریکا منافعش در مقابله با چین و روسیه تقویت گروه است که بر ضد روسیه و چین در اینجا از اینجا فعالیت کنند توافقات مخفی در دوها که با امریکا امضا شده بود با طالبا امیر تصمیم میکنه بر امریکایی ها که سیایی دسترسی داشته باشه با ای کمک به ایست ترکستان یا ای تی آی ام جنبش اسلامی ترکستان شرقی برای بیسباسازی یا جنکیانی چین این از یک طرف از طرف دیگه حالی که طالب ها به قدر رسیدن رسیدن منافع طالب ها ایست که با ای گروه ها توف... نکنند همکاری نکنند بلکه با کشورهای همسایه خود به از دوستی و ثبات رفتار کنند اینجا بنابراین این تضاد درونی وجود داره بین توافقات که بین با امریکا صورت گرفته بود و بین این که امروز طالب ها منافعش در کجاست مخصوصی که چینایا میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و یکی از شرایط سرمایه در افغانستان است که در این جمعیت باشه و طالبا جلو فعالیت های توریستی دیگه گروه ها را بگیرند بنابراین طالبا منفعت شده ای نیست که گروه های توریستی حمایت کنند بخصوص خصوص حال که امریکا پاشن یک دور شده ولی اما امریکا و دیگه گروه کشورهای غربی بالای یعنی تعهدات که طالبا داده بودن پافشاری میکنند خب آمریکا دارد و دارد؟ کشورهای غربی پیوسته گفتند که امنیت افغانستان به نفع آمریکا و غرب هم هست به نفع اروپا هم هست بله بله این امنیت افغانستان مطرح نیست بی امنیت سازی افغانستان مطرح نیست این بی امنیت سازی کشور آسیایی میانه مطرح است خب یعنی فکر میکنین که علتی که این اطاف نشان نمیتد طالبا در برابر خواستهای بین رابطه داره با تصامیمی که گرفته شده در پشت پرده به قول شما؟ دو موضوع است اینجا یکی است که انعطاف ناپذیری طالبان در ایدیولوژیشان در مسائل که مربوط به ایدیولوژیشان است که این مسائل مربوط به حقوق اساسی مردم است حقوق زناس حقوق درس درس و تعلیم و تربیه زنا و دختراست و حق تا... کار در خارج از خانه برای زنا و دختر این موضوع ایدئولوژیک برای طالباست. طالبا هیچ انطافیت دیست ست روز نشان ندادن با هر روز با امریکای میگن که ما با همه حق تعلیم دار حق جا میگن ما مطابق شریعتی کار میکنیم برای طالب این هیچ قابل چیز نیست و فکر می که وظایف خود را در مقابل شریعت انجام دادن و حقوق مردم برای مطابق شریعت برشان دادن در حالی که این مطابق شریعت چیزی نیست که دو غرب می سپاسگزارتان نور احمد خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا همراه ما بودید